سلام، حالتون چطوره؟ خوبین؟ امروز اومدم پیش یکی از دوستانم، یه دونه کندو رو می‌خوایم مدیریت کنیم، بریم ببینیم چیکار می‌تونیم بکنیم، یه چکش کنیم، یه نگاش کنیم. کندو خیلی قویه، ماشاءالله، هم شهداوری عالی داره، هم اینجا فضای فوق‌العاده عالی دارن، صحرای خوبی دارن. بریم ببینیم چه خبره. این از این احساس می‌کنم قابش مقدار زیاده. باید یه ذره مدیریت قاب کنیم. بچه کندو کفسته است و طبق معمول کفسته هم ایرادای خاص خودشونو دارن. اول طبق اول رو بر میداریم. این طبق کم کم دارن میان روش. این دوست ما چون که همیشه نیستش سر زنبور، یه طبق مومو براشون میذاره. ببینید چی کار میکنن، این چیکار میکنه. اینا هم بافتن. بریم یه طبق دیگه بریم پایین. دارن شد میزنن. یه طبق این طبق رو نگاه کنیم. ماشاءالله چه قابای خوشگل و تمیزی داره بچه. یکی از قشنگی های زنبورداری همینی که براش ارزش قائل بشین و بهش قابای خوشگل سفید بدین. اینا دو رنگ قاباش. این هم از قاب عسل. دکتر جان کامل عسله، تماما عسل طبیعی دیگه، به نظر من بهترین حالت ممکنه. این هم از یه قاب عسل دیگه. یه دونه فنجونک اینجا داره که توش هیچی نیست، نگران کننده نیست. اینی که قابو نگاه کنیم، ماشاءالله این قابو نگاه کنیم، ماشاءالله. آقا داره کم کم داره آماده برداشت میشه. روشو بسته. اینم تخم روز داره. دکتر نگاه کن، در حال دیگه آماده برداشت دیگه. عسل کامل طبیعی. اونایی که میگن عسل طبیعی نمیشه برداشت کرد، باید حتما این ویدیو رو ببینن. نگاه کن. بله. آماده است، آماده. کامل بهار نارنج. بله بله. فکر میکنم نزدیک 2 کیلو باشه. این قاب تخمه دیگه، اینجا بعد قاب تخمه. تخم روز هم داره با شفیره. یه من پایین رو نگاه کنم، یه وقت شاخون مخون. آخه یه هفته اینجا بارون بوده، ما این نگاه کنیم که یه وقت شاخونی چیزی نزده باشه. ماشاءالله تخم روز. به به. بچه میخواستم یه چیزی درباره عسل بگم، چون من خودم هنوز اینقدر عسل نداره کندوام که برای شما ویدیو بگیرم. اینجا دشت صحراش فوق‌العاده خوبه بچه. اگه عسل اینجوری باشه، این عسل نارسه، نباید اینو برداشت کنین. این ترش میشه و امکان داره زود شکرک بزنه و ببنده. باید عسل کامل این زابرسا یا این پولک ها باید روش زده بشه، بعدم بتونین برداشتش کنین. کامل منظورم که حدود 90% از این پولک ها زده بشه، بعدم برداشت کنین. این خیلی شله و عسل نشده و هنوز شهده و عسلی تولید نشده. ماشاءالله. این هم از این. خواستم برم پایینش هم نگاه کنم، چون که ببینیم چه خبره. اینم عسل، همه عسل. این دوستان این زنبور شکر نخورده، فقط شهد طبیعی آورده. وقتی که شکر، ماشاءالله، وقتی که شکر نمیخوره زیاد هم انتظار نداشته باشه عسل خیلی حرفه‌ای بده، میده، ولی اونقدر برداشته مثلا هر کندو 30-40 کیلو نره. این برداشته هر کدوم 10-15 کیلو عسل داره. خب این قاب پایینشه، یه چک بکنم، چون قاب کوچیک بوده میخوام یه قاب بزرگ بهش بدم. ماشاءالله ببینم این قابه.
همه لارف باید این رو مدیریتش کنیم، بازش کنیم، ببریمش بالا بذاریم. برو 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 برو. این هم تله زنبور نر. این روش خودمه، بعضی موقع قاب کوچیک پایین میدم که زیرشو هرزه بافی کنن که ما بتونیم کجا بذاریم. یه رزه دکتر جان اینو نگهدار، دست زنبور نزنه. این هم یکی دیگه. این هم پر از آره هرزه بافی زیاد داره، ولی خب به نفع دیگه. میتونه اون تله زنبوره نره و میتونه کناهاش اینجوری حذف کنه. این از میزین دور یه تکونش میدیم. اوه بچه ها دیدین چقدر زنبور آرومه؟ با اینکه این همه باشون به خاطر نجات خوبشونه. سه تا ملکه ازش گرفتم، انشالله از این نجات هم تکثیر میکنیم. اصل آوری میبینین چقدر خوبه که میخوایم این نجات اسم بذاریم براش، نجات رامسرهانی. نه اینجا نگر میدارم. این میخواستم این هرزه بافی پایین رو بردارم تو قاب. اومد اینا وصل زده. خب اینا باید یه قاب بزرگ بیارم. قاب بزرگمون فکر کنم برسم. نه میرسم. یه قاب بزرگ برداشتم. این قاب بزرگ هنوز اون قاب کوچیکا رو یکی دو تا رو پایین نگه می‌داریم برای تله زنبور نر. یه قاب میاریم بالا. این از این ماشاءالله به این زنبور. آره خب اینو میاریم بالا. این هم از کندو و مدیریت. آره تمام. این از کندو. میخوام یه ذره قاباشو کم کنم یا بذارم باشه. چون که نیستین دکتر میخوای بذارم باشه یا بردارم؟ من که میگم کمش کنیم. این نیستم چی بودم هر زنی بود. نه هر زنی بود. خب هنوز مونبافی اونقدر قوی نیستش. این یه دونه شیر خوریش الان میذارم. این از شیر خوریش. این هم از قابه که پایین ورداشیم میذاریم بالا که کامل بیان روشو ببافن. خیلی مخلصیم، خیلی دوستتون داریم. یا علی.